باز هم خوش آمدین بیننده های عزیز به ادامه برنامه صبح و زندگی و در این بخش برنامه هم مهمان دارستیم. آقای شعیب شفا فعال جامعه مدنی با ما در برنامه هستند و امروز در مورد مواد مخدر صحبت میکنن. ای که بر شما هم معلوم است یگانه راهی که یکی از دلایلی که کشور ما را نمونده پیشرفت بکنه افزایش مواد مخدر است. ای که مواد مخدر چی است و دلایل افزایش مواد مخدر چی است و راه های حلش چی است با خاطر جلوگیری از این مسئله آقای شعیب شفا بر ما شما معلومات خود دادن. خوش آمدین و صبحتان بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما بیننده عزیز ما و همکارای تکنیکیتان. امید یک صبح خوش را آغاز کرده باشین. تشکر، سلامت باشین. خب بیاین بالای مواد مخدر بیایم. در نخست بر ما بگوین که خود مواد مخدر چی است؟ مواد مخدر یک پدیده است که یک مواد زهری است که امروز اکثریت جوانان ما به این موادها آغشته شده است که از آن جمله سیگار و موادهای سیگار کشیدن و موادهای مثل کوکنار و دیگر موادهای است که امروز اکثریت جوانان ما به آن دچار هستند که این در بین سنین 15 الا تا 30 که با کسانی که به این مواد ها اینها مبتلا هستند با افراد های بی بندبار اینها که حتی پشتیبان صحیح خانواده که نداشتن پشتیبان صحیح خانواده که جوانان ما مصاب هستند و خاص ما از حکومت جدید افغانستان این است که باید با مواد مخدر اینها قاطعانه برخورد نماید که امروز اکثریت جوانان ما با آن دچار هستند. بسیار خوب. خب بر ما بگوین که دلیلش بر چی است؟ نه تنها جوانان بلکه بعضی اوقات ما این مشکل در اطفال هم میبینیم، در سن کلان ها هم میبینیم و در اواخر بسیار زیاد افزایش پیدا کرده. به نظر شما دلیلش چی است وقتی که یک جوان تحصیل کرده رو میاره به مواد مخدر؟ یگانه دلیلش که است امروز در جوامع افغانستان که از آن جمله فقر و بیکاری است و از آن جمله که جوانان ما که با آن مواد ها اینها دوچار میشه با همنشین های بد است که امروز از اکثریت خانواده های عزیز متقاضای ما این است که باید مواظب جوانای خود اینها باشد و یگانه مشکلات که امروز است کشت و قاچاق مواد مخدر است که امروز در اکثریت ولایت ها رو به افزایش است که باید این وظیفه حکومت جدید افغانستان است که باید با اینها برخورد جدی صورت بگیرد. بسیار خوب. و میشه که در مورد ازی بر ما بگوین که چرا یک جوان زمانی که درس میخونه، تحصیل میکنه، راههای پیشرفت هم داره، چرا رو میاره با مواد مخدر؟ در این راستا وظیفه دیگه جوانان مثل شما که فعالین جامعه مدنی هستین چیست؟ یگانه مشکلات هایی که در افغانستان است امروز که اکثریت جوانان تحصیل کرده ای که اینها رو به مواد مخدر اینها می آورند، یگانه مشکلات هایی که است در افغانستان فقر و بیکاری و مسائل اقتصادی است که این جوانان اینجا که وقتی که اوضاع بیکاری را اینها در افغانستان می بینند خیلی به اینها به صدمه روی اینها مواجه میشن و یگانه مشکلات هایی که امروز در افغانستان است که امروز ما میبینیم که کسانی که هستن از آن جمله قاچاقبران مواد مخدر است که اینها این مواد به گونه اشکارانه در شهر و ولایت ها اینها چشمگیر اینها توزیع میکنن و امروز جوانان عزیز ما به این مواد ها اینها مصاب میشن و بعد این حکومت افغانستان باید با قاچاقچیان مواد مخدر اینها باید برخورد قانونی نماید. واقعا. و میشه که در مورد ازی بر ما بگوین نه تنها ما میبینیم که گروه جوانان مانع اطفال هم قبلا هم گفتم که روی آوردن به اعتیاد، به نظر شما چقدر بی توجهی فامیل، چقدر آزادی زیاد تاثیر میمانه برای که از آغاز نوجوانی یا هم از آغاز طفولیت یک جوان به مواد مخدر رو بیاره؟
یگانه مشکلات هایی که در بین فامیلا هست که اینها مواظب نونهالان خود اینها نیستن و این و اینها باید جستجوی نمان وقتی که یک نونهال یا یک جوان با همنشینای خود اینها میشنن اینها را باید خود فامیل اینها را باید ببینه یا جوان ها و یا نونهالان را اینها را در زیر نظر داشته باشن که اینها با چه قسم افراد ها اینها نشست و برخواست دارن و با کدام افراد ها اینها میشنن که امروز یگانه مشکلات که در جوامع ما هست که امروز نداشتن آگاهی خانواده هست حتی به بندبوری است در بعضی خانواده که حتی در قصه جوانان و در قصه اطفال خود اینها نیستن که اطفالشان با کدام اشخاص اینها می نشینن و یگانه امروز مشکلات هایی که هست سرچشمه میگیره مثلا در سطح مکتب یا در سطح در اجتماع که اینها اطفال یا نونهالان اینها میبرن و نوجوانان باید اینها را وظیفه فامیل است که اینها را باید زیر نظر بگیرن که با چه قسم اینها اشخاص ها واقعا هر فامیل عهده مسئولیت به عهده داره که مدیریت درست بکنه اولادهای خود از زمانی که به مکتب میرن دوباره میان آزادی بتن برشان نه قدر قید بسازن که دلگیر شون و نه هم قدر آزادی برشان بوده که خدای نخواستن به مواد مخدر یا هم مشکلات دیگه روی بیارن. خب آقای شفا در مورد ازی بگوین که راه های حلش چی است؟ چطور بتوانیم از این مشکلات جلوگیری بکنیم؟ جدا از مسئولیت حکومت که حکومت باید اقدامات را انجام بده، راه حل دیگه چی است که بتوانیم جلوی این مشکل بگیریم؟ یگانه راه های حل که امروز در افغانستان هستم که باید با قاچاقچیان مواد مخدر اینها باید برخورد جدی صورت بگیره و کشت تولید در افغانستان باید محو شه که تا جوانان عزیز ما از این مواد کشنده در امان بمانه و یگانه راه حل دیگر است که با این وظیفه فامیل است که باید فامیل جوانان خود را درست کنترل بکنن، باید مدیریت بکنن، درست کنترل نماید و مدیریت نماید و جوانان را به علم تعلیم سوق بده و نه به مواد مخدر. واقعا هیچ خانواده نمیخواد که اولادشون رو بیاره به مواد مخدر، همه خانواده ها میخواین که یک اولاد نیک سالی داشته باشن، یک اولاد تحصیل کرده داشته باشن، یک اولاد داشته باشن که پایی یک جامعه و باعث پیشرفت یک جامعه شه. ولی متاسفانه بعض از مشکلات است که باعث عظیم میشه که جوان ها رو میارن به مواد مخدر یا هم مشکلات روحی و روانی میباشه یا هم مشکلات میباشه که در خانه جنگ میکنن، کس دوست و همراز ندارن یا هم همنشینان بد است که متاسفانه باعث عظیم میشه. ولی خوب است که خانواده ها هم کنترل داشته باشن، ما هم همنشینان خوب را بر خود انتخاب کنیم تا بتونه که ما را در زندگی به طرف پیشرفت ببرن. بسیار تشکر از تشریف آوری شما، همچنان سلامت باشین و پیام تنمی داشته باشین. آخری پیام به حکومت افغانستان این است که باید جلوی قاچاق مواد مخدر در افغانستان بگیرد و معتادینی که امروز در شهر و ولایت هایی که اینها با بی سرنوشتی اینها مواجه هستند باید اینها را به درمانگاه ها بفرستند که تا جوانان ازیا از شهر اینها در امان بمانند. و پیام آخر ما به جوانان عزیز ما این است که باید جوانان عزیز ما با مواد مخدر رو نیارن که مواد مخدر یک مواد زهری و کشنده است، اینها زیاد تمرکز به تعلیم و درس نماید که تا یک افغانستان مرفع در سطح کشور باشه. انشالله که همه جوانان بتوانن از اراده قوی داشته باشن، به پیشرفت خود، به درس تعلیم خود توجه بکنن و هیچ وقت در هیچ شرایط بد از اراده زندگی خود از دست نتن و همیشه انگیزه خوب و مثبت را به زندگی خود داشته باشن تا بتوانن پیشرفت بکنن.